اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. با نام و یاد خداوند متعال عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان ارجمند برنامه عارفانه. فرا رسیدن ایام سوگواری و عزای سید الشهدا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را به شما عزیزان بیننده و تمامی کسانی که محبین اهل بیت طاهرین سلام الله علیه اجمعین هستند تسلیت و تعزیت عرض میکنم. از خدای متعال خواهان هستیم که انشاءالله همه ما را جزء عارفین به حق سید الشهدا علیه السلام و کسانی که نسبت به نهضت آن حضرت معرفت و درک درستی پیدا کردند قرار بده. با همین امید برنامه امروز آغاز میکنیم و قرار هست که امروز به توفیق خداوند متعال در رابطه با نکات بسیار مهمی که میتونیم از نهضت سید الشهدا علیه السلام در مباحث اخلاقی بیاموزیم خدمتتون برنامه رو تقدیم میکنیم. پیام های اخلاقی عاشورا عنوان برنامه امروز ما هست که افتخار داریم در خدمت استاد ارجمند حوزه برادر بزرگوار جناب استاد اخلاقی باشیم. خدمت حضرت عالی جناب استاد اخلاقی عرض سلام داریم و همچنین عرض تسلیت. علیک السلام و رحمت الله. بنده هم به نوبه خودم خدمت شما کارمندان محترم تلویزیون ارزشی تمدن، بینندگان نهایت گرامی عرض سلام و احترام و تسلیت دارم و از خدای متعال استدعا میکنم که انشاءالله تزداری را از همه ما و شما قبول کنه و بتانیم که در این ایام و لیالی آرمان امام حسین علیه السلام را هم بشنویم و هم در زندگی فردی و اجتماعی خود تطبیق کنیم. آمین انشاءالله. بسیار عالی. خیلی تشکر میکنم از حضور شما جای اخلاقی در این برنامه. با توجه به اینکه به هر حال نهضت عاشورای سید الشهدا علیه السلام سرشار از درس ها و پند ها و عبرت هاست، خواستیم که در برنامه امروز در خدمت استالی باشیم و بپردازیم به درس ها و پند های اخلاقی که میشه از نهضت حضرت گرفت. در خدمت شما است. مقدمتا عرض کنم که قیام امام حسین یک مکتب است، یک مکتب است که از اون مکتب هم درس اعتقادی می شود گرفت، هم درس اخلاقی می شود گرفت، هم درس زندگی می شود گرفت، هم درس مبارزه و آزادی می شود گرفت. قیام امام حسین در تمام عرصه ها پیام های روشن و واضح دارد، چون قیام امام حسین قیام به مدیریت و رهبریت یک امام است، یک امامی که با تمام وجود مسلط بر اوضاع و شرایط است و همه ابعاد اون قیام را سنجیده و فکر کرده. لذا در خصوصی بعد اخلاقی این نهضت و این قیام اگر بخوایم صحبت کنیم، باز هم مقدمتا خدمت بینندگان محترم عرض میکنم که بعد اخلاقی یکی از ابعاد بسیار مهم دینی است. حتی دین را وقتی ما تعریف میکنیم میگیم مجموعه از باورها و اعتقادات و اخلاقیات و فقه است. پس جامعه اسلامی یک بخش عمدهش اخلاقیات است، همون رقم که اعتقادیات هست همون قسمی که فقه هست رفتارهاست، بالاخره همون گونه اخلاقیات هم در جامعه اسلامی ارزنده هست و مهم است. جامعه فاقد ارزش های اخلاقی جامعه انسانی نیست، جامعه ارزشمند نیست. لذا در جامعه در ابعاد مختلف خصوصا در بعد اخلاقی نیاز به یک الگو هست، همونطوری که ما در اعتقادی در رفتارهای اعتقادی و همونطور که ما در رفتارهای فردی و عملی یعنی فقهی خود نیاز به یک پیشوا و رهبر داریم، نیاز به الگو داریم، در رفتارهای اخلاقی هم نیاز به یک الگوگیری داریم و یک الگوی صحیح را باید بپیدا کنیم. در
قیام امام حسین علیه السلام اگر بخواهیم الگوی عملی اخلاقی پیدا کنیم، بسیاری از الگوهای واضح و روشن در قیام سید الشهدا و یاران بزرگوارش وجود دارد. از جمله اولین پیام اساسی اخلاقی به جامعه بشریت که از قیام امام حسین علیه السلام گرفته میشه، محبت خداست. محبت خدا در میان کتابهای اخلاقی به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین پیام اخلاقی است و صفات اخلاقی است. لذا این صفت اخلاقی که یاد خدا و محبت خدا باشه در قیام امام حسین، در عمل امام حسین، در گفتار امام حسین موج میزند. نه تنها در گفتار امام حسین، در عمل، در یاران با وفای امام حسین. قیام امام حسین سرشار از عبودیت و بندگی است. در رفتار امام حسین و یاران امام حسین عبادت خدا موج میزند، تقوای الهی موج میزند، رضای پروردگار موج میزند. همه میدانند، همه مورخین نقل کردند که شبی که فردایش عاشوراست تا صبح مشغول عبادت بودند، تا صبح مشغول دعا بودند، تا صبح مشغول رازها و نیازها با خدایشان بودند. حتی در روز عاشورا این نکته جالبی که از امام حسین علیه السلام نقل شده و اکثر مورخین نقل کردن، مشهور هم هست، همه نقل میکنن، امام حسین میفرماید الهی رزن به قضائک. در بعضی نسخه ها رزن به رضائک آمده، در بعضی نسخه ها هم رزن به قضائک آمده. الهی رزن به رضائک یا رزن به قضائک و تسلیما لعمرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. خدایا به قضای تو راضیم و تسلیم امر تو هستم و هیچ معبود جز تو نیست، یا غیاث المستغیثین، ای فریاد رسی فریاد خواهان. شما ببینید در این کلام امام حسین علیه السلام محبت خدا موج میزند. یعنی به همه ما میفهماند، به همه جامعه بشریت میفهماند که محبت خدا یک اصل است، اساس است، پایه است، ریشه است در هر کار. اگر قیام است، اگر قعود است، اگر هرچی هست، در محوریت محبت پروردگار باید باشد. لذا قیام امام حسین اصل قیام برای محبت پروردگار بود، اصل قیام برای رضای الله بود، اصل قیام برای احیای شعائر الله بود، برای شعائر دینی بود و برای ترویج سنت رسول خدا بود. لذا امام حسین در برابر فرمان الهی، در برابر حفظ رسالتش و در برابر ایمان به خدا که دارد و محبت عشق علاقه‌ای که به خدا دارد، از خانواده، از فرزند، از همه میگذره برای ترویج این اصل اخلاقی. پس پیام مهم عمل امام حسین و قیام امام حسین محبت پروردگار است. دومین پیام، اگر بخوایم گذرا صحبت کنیم به همه برسیم، دومین پیام، پیام قیام امام حسین علیه السلام آزادگی است. ما دو تا اصطلاح داریم، یکی اصطلاح آزادی، یکی اصطلاح آزادگی. آزادی یک اصطلاح حقوقی است در برابر عبد بودن، در بند بودن، در قید بودن. اما آزادگی بیشتر تمرکز به بخش معنوی داره. ممکنه انسان از نظر ظاهری آزاد باشه، در بند نباشه، زندان نباشه، حبس نباشه، اما از نظر اعتقادی و فکری و فرهنگی و عملی زیر بار ذلت باشه، زیر بار ننگ باشه. بالاخره اینجا پیام امام حسین علیه السلام آزادگی است، یعنی رهایی از بند ذلت و حقارت. یک حدیث از امام حسین علیه السلام نقل شده، میفرماید که لا والله لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل ولا اقر اقراء العبید. لا والله، نه قسم به خدا، لا اعطیهم، ما به دشمنان خود، لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل، من با دستان خودم ذلیلانه چیزهایی را که انسانهای ذلیل پرداخت میکنن پرداخت نمیکنم.
یعنی در قبال بیعت دین خود را، آزادگی خود را، ایمان خود را، رسالت خود را، شرافت خود را همه را انسان بده برای اینکه چهار صباحی زنده بمانه، چهار صباحی زندگی کنه. در قبال این امام حسین می‌فرماید که من زندگی را در برابر ایمانم نمی‌فروشم، زندگی را در برابر عزتم نمی‌فروشم. بله. که عزت خدا بفروشم، عزت خدا بدم، ایمان خدا بدم، ولی زنده بمانم. یک پیامی واقعا یک اصل اساسی در جامعه بشری است که امام حسین می‌فرماید که ولا اقر و اقرار العبید، مثل بردگان نیستم من که تمام اختیارات خود را تسلیم کنم، مثل بردگان زنده بمانم، مثل بردگان باشم، ولی همه دار و ندار خود بدم. بیعتی که با امام حسین میشد همین گونه بود دیگه. بله. بیعت کن یعنی چی؟ یعنی با ظلم مبارزه نکن، یعنی فساد را قبول کن، یعنی انحرافی که رخ داده بود در جامعه بشری قبول کن، همه را بپذیر، در عوضش زنده باش. امام حسین علیه السلام بزرگترین درسی که به جامعه انسانیت، به جامعه بشری بیان میکنه و ابلاغ میکنه و از قیام امام حسین علیه السلام امروز ما الگو میگیریم آزادگی است. یعنی ما حاضر نباشیم که شرافت را، انسانیت را، ایمان را، همه را با در برابر زندگی معاوضه کنیم. یک پیام و یک اصل بسیار اساسی است در بعد اخلاق و اخلاق انسانی و بشری. بسیاری خدا خیرتون به تاجای اخلاقی بزرگ. فکر میکنم فرصتی داریم برای یک وقفه کوتاه، انشاءالله خدمت حضرت عالی برخواهیم گشت. بینندگان محترم خوشمند هستم که ما را همراهی بفرمایید. تشکر میکنیم از همراهیتان. بینندگان عزیز، همچنان با ادامه برنامه عارفانه در خدمت شما سروران ارجمند هستیم در ششمین روز از ماه محرم الحرام، ماهی که در واقع همه دوستان اهل بیت علیهم السلام بنابر مصیبت عظمایی که در سال 61 هجری بر اهل بیت عصمت و طهارت و بر خاندان پیغمبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم وارد شده عزادار هستند و این عزاداری در واقع برگرفته از روش و سنت خود خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هست و در واقع موضوعی هست که از جانب اهل بیت عصمت و طهارت برای احیای دین امری ضروری و پیامدهای بسیار مهمی داره که انشاءالله در همین برنامه عارفانه میخواییم در روزهای آتی به تأثیرات عمیق عزاداری برای احیای دین اسلام انشاءالله صحبت بکنیم. اما در برنامه امروز صحبت ما در رابطه با درسهای اخلاقی عاشورا هست که در خدمت سرور ارجمند جناب استاد اخلاقی هستیم. سومین پیامی که از قیام و ابا عبدالله الحسین علیه السلام میشه گرفت و بیان کرد، تکریم انسان است. خدای متعال برای انسان کرامت عطا فرموده و این کرامت در مورد انسان وقتی قابل ارزش است که انسان مسیر اصلی خودش را گم نکنه. بله. در تکریم انسان خدای متعال هم در قرآن کرامت را به نفس ذات انسان نمیده، این اکرمکم عند الله اتقاکم، بلکه کرامت انسانی را در گرو این میدانه که رابطه انسان با خدا مستحکم باشه، تقوای الهی داشته باشه، پرهیزگار باشه، انسان مؤمن باشه، مطیع فرمان الهی باشه. انسانی که مطیع فرمان الهی باشه کرامت انسانی داره. لذا در قیام امام حسین علیه السلام نگاه ویژه به همین کرامت انسانی است. انسان‌ها در نیروی امام حسین علیه السلام، در میان یاران امام حسین علیه السلام یا در قیام امام حسین علیه السلام تکریم انسان‌ها به خاطر چی بوده؟ انسان‌ها به خاطر ایمان و تقوایشان
مورد احترام قرار گرفتن. تمام کسانی که در صف یاران حسین قرار داره انسانهای مؤمن است، انسانهای خداجو است، انسانهای خدا محور هستند، انسانهایی هستند که مالشان را، جانشان را در برابر ایمانشان فروختن، جانشان را دادن اما ایمانشان را حفظ کردن، مالشان را رها کردن اما ایمانشان را حفظ کردن، فرزندانشان را رها کردن اما ایمانشان را به خدا حفظ کردن، مطیع فرمان الهی بودن. لذا مبارزه امام حسین با طرف مقابل مبارزه علیه استبداده، علیه بغاوته، علیه نافرمانی است از فرمان الهی و علیه کسانی است که انسانیت را فراموش کردند، کرامت انسانی را فراموش کردند. امام حسین برای حفظ کرامت انسانی قیام میکنه و این یک ارزش است و یک اصل و یک ارزش اساسی اخلاقی است و یک محور بسیار عظیم اخلاقی است. تکریم انسانها. پس ببینید، انسانها وقتی ارزش پیدا میکنه، افراد وقتی ارزش پیدا میکنه که زندگیش در مسیر الهی مصرف شود. شما ببینید در مورد یک افراد امام حسین بهترین راه را که مورخین آمدن بیان کردن که یکی از راه‌های شناخت حق و باطل و یکی از معیارهای تشخیص که بخوایم تشخیص بدیم انسانها را یا یک قیام را تشخیص بدیم، از افرادش، از مبارزینش تشخیص بدیم. بله. در صف امام حسین هم برو کیها حضور داره، در صف مقابل امام حسین هم نگاه کنید کیها حضور داشتن. اگر یک قیام را میخوایم بررسی کنیم، منصفانه بخوایم در موردش صحبت کنیم، حق و باطل رو تشخیص بدیم که حق بوده که باطل، با افرادی که در اطراف جمع بوده ما نگاه کن. در میان لشکریان امام حسین علیه السلام افرادی هستند که رضای خدا را به جان خریدن. پس ببینید یکی از اساسی ترین پیام اخلاقی قیام امام حسین این است که امام حسین علیه السلام توسط این قیامش انسانیت را زنده کرد و اون کرامت انسانی را برگردان. کرامت انسانی وقتی است که انسان زندگیش در مسیر رضای پروردگار مصرف میشه. پیام دیگر، یکی دیگر از پیام‌های قیام امام حسین علیه السلام توکل به خداست. انسان در همه حال، چی در حال قیامه، چی در حال مبارزه است، چی در حال جهاد با نفس است، چی در حال زندگی به توأم با آرامش و آرامی است، باید خدا را فراموش نکنه و در همه حال بر خدا توکل داشته باشه. شما ببینید در آخرین لحظه، آخرین دعایی که از امام حسین علیه السلام مورخین نقل کرده این جمله است: اینی توکلت علی الله ربی و ربکم. من توکل میکنم بر خدایی که او پروردگار من و پروردگار همه شماست. توسط این نکته امام حسین هم توکل میکنه به خدای متعال و هم به مقابلینش، به دشمنانش میفهمانه که خدای من و خدای شما یکی است. او خدا، پروردگار من هم هست، پروردگار شما، اما شما او را فراموش کردید، شما فرمان پروردگار تا نادیده گرفتید. امام علیه السلام در حالی که از شدت زخم به زمین افتاده، این را نقل میکنه، این جمله را، وقتی زخمهای زیادی در بدن امام حسین علیه السلام از طرف دشمنانش وارد شد، امام حسین حتی به زمین افتاد. در این لحظه فرمود: استعین بک ضعیفا و اتوکل علیک کافیا. خدایا در حالت ضعف به تو توسط از تو کمک می جویم. استعین بک ضعیفا، در حال ضعف، در حالتی که تیرها به بدنش اصابت کرده، بدنش ضعیف شده، ناتوانه، میگه خدایا استعین بک ضعیفا، در حالت ضعف به تو استعانت میکنم، از تو کمک میجویم. و اتوکل علیک کافیا، و به صورت کافی به تو توکل میکنم. در آخرین لحظه هم
امام حسین علیه السلام توکل را از دست نداد. توکل، کسانی که علم اخلاق را خواندن یا میدانند، یکی از اساسی ترین و یکی از اصل مهم در بخش اخلاق است، توکل به خدا. و توکل راهگشای زندگی بشر است و حیات بشری به اون وابسته است. به توکل، یعنی توکل یعنی اعتماد به خدا، بله، سپردن نتیجه به خدا. ببینید، توکل به این معنا نیست که انسان خودش آرام بشینه هیچ کار نکنه. توکل کن، توکل به معنای سپردن نتیجه به خداست. ما وظیفه خود انجام میتیم، نه اینکه وظیفه خود انجام نتیم، اما بعد از انجام وظیفه نتیجه رو بسپار به خدا. امام حسین دقیقاً، ببینید، توکل به این معنا نیست که اشتباه بگیریم که امام حسین توکل کرد و خدا، خدا نجاتش نداد، نعوذ بالله. امام حسین به وظیفه خودش عمل کرد. وظیفه امام حسین چی بود؟ مبارزه با فساد، مبارزه با انحراف، مبارزه با ظلم، مبارزه با ستم. وظیفه امام حسین اینه. وقتی امام حسین به وظیفه خودش عمل میکنه، عمل کرد، نتیجه رو میسپاره به خدا. ببینید، این نکته خیلی نکته عالی است در کلام امام حسین. استعینو بک ضعیفا و اتوکل علیک کافیا. امام حسین در عین اینکه زحمت میکشه، تلاش میکنه، به وظیفه خود عمل میکنه، خدایا به تو استعانت میجویم، اما نتیجه رو به تو میسپارم. نتیجه را خدا به امام حسین سپرد. نتیجه همان شد که خدا میخواست. نتیجه همان شد که خدا میخواست. الان هزار و چند صد سال است از قیام امام حسین میگذره، یاد حسین زنده است، نام حسین زنده است، قیام امام حسین زنده است، اهداف امام حسین زنده است، پیام قیام امام حسین زنده است و خیرخواهی، خدا محوری حسین زنده است. الان توسط قیام امام حسین افراد زیادی شایسته میشه، صالح میشه، هدایت میشه. واقعا استفاده کردیم از شما، تشکر میکنم. انشاءالله باسم فرصت داریم که در خدمت جناب عالی باشیم. فرصت نیست دوستان، باید خداحافظی بکنیم. بسیار خوب، خیلی تشکر میکنم از اخلاقی بزرگوار از اینکه لطف کردین و همراهی فرمودید با برنامه خودتان. از اون بیننده، از شما هم تشکر میکنیم بابت اینکه امروز افتخار بخشیدین و همراهی کردین با برنامه خودتان. تا دیدار آینده شما را به خداوند متعال می‌سپارم. خداحافظ.